حتما تو الان خبردار شدیم که در شروع سال 2023 میلادی رونالدو طرفداراشو شوکه کرد و تمام خبرگزاری‌ها از یه عکس رونمایی کردن که نشون میداد رونالدو با تیم النصر عربستان یه قرارداد هنگفت بست. کسی که در باشگاه‌های بزرگی همچون منچستر یونایتد، رئال مادرید و یوونتوس درخشیده بود. اما کریستیانو اولین ستاره دنیای فوتبال در تاریخ نیست که تو سالهای پایانی فوتبالش راهش رو به سمت تیم‌های کوچکتر و یا کم نام و نشون‌تر انتخاب می‌کنه. مثلا سلطان فوتبال که نزدیک به 20 سال پیراهن سانتوس رو بر تن داشت و تو 659 بازی 643 بار گل زد، مجبور شد به نیویورک کاسموس آمریکا ملحق بشه و با پیراهنی که اصلا در حد و اندازه های اسطوره فقید برزیل نبود، دو سال پایانی فوتبالش رو سپری کرد. یا آلفردو دی استفانو فقید که نام و آوازش در تار و پود باشگاه رئال مادرید تنیده شده، بعد از 11 سال حضورش در این تیم، وقتی سفیدهای مادریدی در لیگ قهرمانان ناکام شدند، در عین ناباوری از این تیم جدا شد و دو سال پایانی بازیگریشو با پیراهن اسپانیول پشت سر گذاشت و در حاشیه از فوتبال خداحافظی کرد. یوهان کرایوف از اسطوره‌های تیم ملی هلند و باشگاه بارسلونا که تو 5 فصل حضورش تو این تیم تونست به جایگاهی دست نیافتنی برسه. اما بعد از جدا شدن از جمع کاتالان‌ها، طی 7 سال از سال 1978 به 5 تیم مختلف رفت و آخرش هم با پیراهن فاینورد کفششو آویزون کرد. یا پپ گواردیولا، همین مربی درجه یک دنیای فوتبال که قبل‌ترها هافک دفاعی و کاپیتان محبوب بارسایی بود، بعد از بارسا از سال 2001 تا 2006 مشغول تیم عوض کردن شد و در نهایت پس از تجربه بازی در الاهلی قطر و دورادو سینالوای مکزیک به کار خودش به عنوان بازیکن حرفه‌ای پایان. از این دست بازیکن‌ها تو تاریخ زیاده. ژاوی ارناندز تو اسد قطر، آندرس نیستا تو ویسل کوبه ژاپن، الیساندرو دل پیرو تو دهلی دیناموز هند، استیون جرارد تو لس آنجلس گالکسی، و این سوال بدون جواب میمونه که چرا بعضی ستاره ها تو آخر دوران بازیشون تصمیمای غیر منتظره میگیرن. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.